خب عرض ادب و احترام دارم خدمت همینان عزیز و ارجمندم، تشکر میکنم از امیر درخشان داره برنامه رو هدایت میکنه. اجازه بدید که در آغاز برنامه بریم ابتدا به ساکن به سراغ دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. پیام درود بر شما دکتر نوریالا. سلام میکنم خدمت شما امیر عزیز و بینندگان گرامی برنامه تو. حالتون خوبه؟ بد نیستم، خیلی متشکرم. سفر خوش گذشت؟ خوب بود؟ خیلی خوب بود، عرض کنم که دیدار دوستان بود و یاران و همراهانمون خیلی خوب بوده. خب دکتر نوریالای عزیز، قبل از اینکه وارد بحث خودمون بشیم، از هفتگی آقای ناصر شاهین‌پر ضد خاطرات خودش می‌نویسه در قسمت 48م که اشاره کرده به نادر ابراهیمی. من حیرت کردم. میگه آشنایی من با نادر ابراهیمی از زمان دارالفنون آغاز شده بود. دبیر تاریخی داشتیم به نام شریفیان، در تمام طول سال جوک میگفت و شوخی میکرد و بچه ها را میخنداند. اما هر سال در اسفند ماه کنفرانسی برقرار میکرد درباره ملی شدن نفت. شاگردهای سالهای قبل هم میآمدند و تا از شور و هیجان شریفیان سهمی ببرند. من در سخنرانی سالانه شریفیان با نادر ابراهیمی آشنا شدم. یک بار هم مرا به خانه مجردیش دعوت کرده بود که برایم قصه بخواند. آن روز در سینه‌کش اتاقش نقشه باد کرده ایران را دیدم که تمام ماوراءالنهر و افغانستان و تمام سرزمین های قفقاز زمیمه ایران شده بود. اول خنده هم گرفت و رو در نهایت جدیت با موضوع برخورد میکرد. عاقبت ناچار شدم بگویم آدم باید عقلش سنگ بردارد که چنین نقشه‌ای به دیوارش بکوبد. او در اوج عصبانیت از پشت یک صندوق چوبی قاب عکسی بیرون کشید و گفت من از ترس شما مردم این عکس را به دیوار نمی کوبم. عکس قاب شده هیتلر بود در حالت سلام نظامی. خب ببینم نادر ابراهیمی واقعا این همه یعنی گرایش به فاشیست داشت؟ شما که این را از نزدیک می شناسید؟ من والا وقتی که با نادر آشنا شدم، البته در دارالفنون خیلی ها بودن اون سال، عرض کنم که بهرام بیضایی بود، سپانلو بود، آقای پهلوان بود، خیلی از دوستان در اونجا بودن. نادر ابراهیمی هم میدونم که اونجا بود. خب. ولی من نادر ابراهیمی رو وقتی که سال اول دانشکده ادبیات رشته زبان انگلیسی رفتم، او همشاگرد من بود که گویا 4-5 سالم بود که مرتب رفوزه شده بود و در همون سال اول مونده بود و در نتیجه با من هم کلاس شده بود. در اون زمان عرض کنم من میدونم که او بسیار علاقمند بود اون مسئله ایران بزرگ و عرض کنم که به حال پان ایرانیزم به اون معنایی که اون موقع گفته میشد مورد توجه او بود. یه همچین نقشه رو منم یادم میادش که حالا ایشون گفته خونه مجردی، من یادمه که ایشون قبلا با در خانه اولین باری که منو به خونهشون برد، خونه عرض کنم که مادرش و پدر خواندش بود که پدر خانم مریم زندی هم هست، و در اونجا اتاقی داشت و جلسه عرض کنم که پانیرانیستا هم اونجا برقرار بود، منو بردش اونجا برای اولین بار. ولی بعدن که بیشتر با هم آشنا شدیم معلوم شد که در کوی دانشگاه، نزدیکی های کوی دانشگاه تو خیابون امیرآباد، یک آپارتمان یک اتاقه رو کرایه کرده بود. من اونجا رفته بودم، نقشه ایران رو به دیوار زده بود، یه پرچم ایرانم رو میزش بود، ولی از عکس هیتلر رو به من نشون نداد. اونجا من حیرت کردم، نمیدونستم اینقدر گرایشات راست داره. دکتر نوریالای عزیز، درآمدش از کجا بود؟ چجوری تامین میشد درآمد ابراهیمی؟ ابراهیمی خیلی کارهای مختلفی میکردش. من دقیقا مطلع نیستم که محل درآمدش چی بود، ولی خودش دو تا کتاب نوشته، یکیش ابوالمشاغل اسمشه، یکیش ابن مشغله، که اولیش مال دوران قبل از انقلابه و دومیش مال دوران بعد از انقلابه. و در اونجا گفته است که از اوان جوانی کارهای مختلفی تو بازار، نمیدونم شاگرد دکونه نمیدونم چی بوده و اینها، اما من دقیقا اطلاع ندارم که در روز من بیشتر از شاید 3 سال
باهاش دوستی نزدیک نداشتم. یعنی اینکه من در سال 1340 باهاش آشنا شدم، سال 1343 هم با هم اختلاف پیدا کردیم و از هم جدا شدیم و دیگه برای چندین سال ندیدمش. اختلاف سر چی بود؟ اختلاف تو؟ اختلاف سر این بود که ما این انتشارات طرفه رو که درست کرده بودیم ایشون و قرار بودش که یک مجله‌ای به نام جنگ طرفه در بیاریم، ایشون خیلی اصرار داشتش که همه تصمیما رو خودش بگیره. و خب منم میگفتم که ما یه کار دست جمعی داریم میکنیم، هممون باید دخالت داشته باشیم، اظهار نظر بکنیم. خیلی دیکتاتور ما بوده در این زمینه ها دیگه. در نتیجه تصمیم گرفتیم با هم همکاری نکنیم. داره دو تا سریال هم ساختم برای تلویزیون. بله بله. یکی حامی کامی بود و سریال بعدی هم نبود. بیشترم در ترکمن صحرا، خیلی اونجا علاقه داشت و اونجا رو انتخاب یکم در شمال و بله. خب آتش بدون دود. بدون دود. بله. آتش بدون دود که در همون نواحی گرگان اینها میگذره. تو چون اون ریالا بیریم بر سر گفتگوی خودمون. کجا من بودیم؟ عرض کنم که راجع به پزم توده و آقای تبری داشتیم صحبت میکردیم. من نامه ای رو که برای من فرستاده شده بود از جانب یه آقای به نام فیروز خوندم که من رو متهم کرده بود به دروغگویی و اینکه اصلا ممکن نیستش که تبری که عضو عرض کنم که مثلا شورای رهبری حزب توده بود و از کسانی بود که استراتژی نزدیکی به حکومت اسلامی رو تحریزی کرده بودند، به جایی رسیده باشه که به من بیگانه در اتومبیلم بگوید که ما در مورد این حکومت اسلامی اشتباهی کرده ایم و این به قیمت جان ما تمام خواهد شد. و من گفتم خب من هیچ دلیلی برای اثبات نظرم، این جمله رو شاید هفته پیش یا دو هفته پیش یادم رفت بگم که ایشون در توجیه این که چرا مدتی است من نتونستم ایشون رو ببینم گفتش که دیگران رفتند به رفیق کیانوری گفتند و کیانوری گفته است که من با شما تماسی نگیرم و بعد این جمله رو اضافه کرد که هر وقت که کیانوری من رو احضار میکنه به دفتر حزب من تا برم ایشون رو ببینم و برگردم نصف العمر شدم و بعدم این حرف رو زد به من. و خب من هیچ دلیلی برای اثبات اینکه این حرف ها رو از ایشون شنیدم نداشتم تا اینکه برنامه که پخش شد دوستی که در سوئد زندگی میکنه نامه ای برای من نوشت و اگر اجازه بدید من این نامه رو بخونم. حتما بفرمایید بفرمایید حتما. نوشته است که درود بر شما، یکی از همراهان بسیار نزدیک تبری شیوا فرهمند است که اکنون در سوئد زندگی می کند. او سالها پیش خاطرات خود با تبری را نوشته است که سخن شما را تایید می کند. من لینک نوشته او را برایتان میفرستم و توجه کنید که در یک جا مثلا تبری به او چه گفته است. بعد نقل قول کرده از تبری که داره به آقای شیوا فرهمند این حرف رو میزنه. میگه از قدیم به من تذکر میدادند که در میان اطرافیانم افراد مشکوک هست و من مواظب نیستم و از این قبیل، ولی آخر چه کسی؟ من که باور نمی کنم. من جز با بستگانم و افرادی که با بقیه افراد تماس دارند با کسی تماس ندارم. با این حال خیلی وقتها مرا سانسور می کنند و خیلی چیزها را به من نمی گویند. در پلنوم 15 هم مرا به بهانه واهی شرکت ندادند. همین حالا هم احساس میکنم که کیانوری راضی نیست که من در جلسه هیئت دبیران شرکت کنم. یکی دو بار با آنکه حالم کاملا خوب بود به من گفت شما که مریض هستید چرا به جلسه میایید؟ ما خودمان ترتیب کارها را میدهیم. شما در خانه بمانید و استراحت کنید.
یعنی این جلسه رفتن خشک و خالی را هم میخواهند از من بگیرند. البته من از قدیم همیشه از گرفتن کارهای پرمسئولیت پرهیز داشتم، بارها استعفا کردم و خواستم که در یک گوشه‌ای یک کار فرهنگی به من بدهند. کار من تحقیق و نویسندگی است، اما همیشه با اصرار کارهایی را به گردن من گذاشتند. من خودم می‌دانم و هر کس دیگر هم که به من نگاه کند می‌فهمد که من تا به تحمل کوچکترین فشار و عذیت و مخصوصا توهین را ندارم، تا چه رسد به شکنجه. همین صدای بلندگوی این مسجد محله برای خرد کردن اعصاب من کافی است. و بعدم لینک این مطلب رو داده است که من برم و اونجا رو ببینم، که رفتم و دیدم و دیدم عیناً این مطالب اونجا هستش. و هر حرفی که من زدم این بودش که اولا آقای طبری به من نگفت که من در اتخاذ استراتژی حزب برای نزدیکی به حکومت اسلامی دخالت مؤثر داشتم، بلکه گفتش که حزب ما اشتباهی در این مورد کرده که به قیمت جان ما تمام خواهد شد. و به هر حال خب این تکه‌ای هم که این آقای یا خانم نمیدونم شیوا فرهمند بیان کرده حکایت از این اختلاف میکند. و در مجموع به نظر من میرسید که طبری به هر حال در یه موقعیتی گیر کرده که گریزی از اون نداشته. جالب. جز این من نمیتونم چیزی بگم، ولی به هر حال گویا این کتاب آقای شیوا فرهمند که ایشون مقدمش رو البته برای من اسکن کرده و فرستاده، خود کتابم باید خیلی خواندنی باشه، که من از این دوست تقاضا کردم که به من بگوید که من چگونه میتوانم دست پیدا بکنم. برای اینکه در واقع این خاطراتیه که آقای طبری برای این شیوا فرهمند تعریف کرده و ایشون این رو به صورت کتاب درآورده. فصولش هم دیدم که در ابتدای این تکهی که برای من اسکن شده بود وجود داشتش، که از روز اولی که چگونه وارد این ماجراها شد و غیره تا زمانی که انقلاب رخ داد برای او تعریف کرده است. کاملا. یا مثلا گفتگوی خانم مهری آهی و خانم مریم فیروز هم به نظرم بسیار شنیدنی است. نشون میده که حزب توده خیلی امید بسته بود به اینکه بتونه روحانیت رو پس بزنه، قدرت رو به دست بگیره. در این زمینه هم هیچ تردیدی نداشت، یعنی مطمئن بود که فاز بعد فاز تسلط حزب توده به کمک اتحاد شوروی است روی ایران و آخوندها به زودی توسط خود حزب جارو میشه و کنار زده میشه. به صراحت میگه باب میبه. بله. این تصور خیلی ها بود. من عرض کنم که شاید تو این برنامه گفته باشم که روزی که عید فطر، مراسم عید فطر در تپه های قیطریه انجام شد و جمعیت از قیطریه خیابان قدیم شمران رو طی کردن آمدن توی شاهرضا و آمدن دم دانشگاه، من و چند نفر از دوستانمون اونجا ایستاده بودیم و من اظهار نگرانی کردم که این قضیه داره حسابی مذهبی میشه و باید فکری در این زمینه کرد. اون چند نفر از دوستان ما که بعداً پیوستند به مجاهدین و در شورای عرض کنم که مقاومت ملی اونها شرکت داشتند، به من خندیدن و گفتن آخه آخوند که حکومت رو نمیتونه بگردونه، بگذارید که اینها شاه رو رد کنن بره و عرض کنم که بعد نوبت اینا میشه و پیروزی با ماست. یعنی این تصوری بود که من فکر میکنم دقیقا همه این نیروها فکر میکردن که راحت میتونن بر آخوندها غلبه کنن. متحدین هم داشتن در بین روحانیت، که به نظرم این کار دیگه دکتر نوریزاده است که با حزب توده هم خیلی روابط نزدیک داشتن. اون روحانیون کیا بودن؟ کسانی که موفق شدن پلی بزنن حزب توده رو در کنار روحانیت شیعه ایران قرار بدن، تا اونجایی که حتی این تصور پدید بیاد که فاز بعد از تسلط روحانیت استقرار یک نظام سوسیالیستی به سبک روسیه در ایران خواهد بود. اونا کیانند؟ اون این در رشته تخصصی این کار نوریزاده است، این کار دکتر نوریزاده است.
به نظرم فوق‌العاده هم هست اگه بشه. فقط میخوام ببینم که شما بجز حالا ارتباط با سیاوش کسرایی و آقای ابتهاج و همینطور آقای احسان طبری با عناصر خیلی متنفذ در حزب تودم ارتباط داشتید با بقیه یا فقط همین 3-4 نفر بودن؟ نه خیر، من ارتباط نداشته دیگه. دیده بودم ایشون در چند جلسه ای، دیده بودم اشخاصی رو که الان اسمشون هم یادم رفته، ولی به من میگفتن که اینا از سران حزب توده هستن. توی مهمونی آقای ابتهاج شرکت داشتن، آقای طبری هم بود، این آقایی که عرض کنم که تار میزد و ریش بلندی هم گذاشته بود، این اواخر فوت کرد، اسمش هم یادم رفته. او اونجا آمده بود خونه آقای طبری و یادمه که در وسط صحبت هی میزد و میگفت رفیق رفیق، خیلی موزیکش رو توده ای کرده بودش. بدونم چیا میگید، منم ایشون رو خونه نادر گلچین دیدم برای اولین بار. بله الان اسمش هم از خاطرم رفت. میدونم کیو میگه. اون موقع ایشون بله میگفتن ایشون میگفتن ایشون تار نمی نوازد، تار رو میزند. چون خیلی انقلابی میزد و خب البته موسیقیدان برجسته ای بود. البته آقای دکتر نیمان، فکر میکنم یکی از مشکلات ما مشکلات برخی هواداران این گروه هستن که اطلاعات کافی هم ندارن، تعصب، هنوزم این تعصبات رسوبات تعصبات گذشته در اونها هست و به همین علته که طرفداریشون هم از سر ناآگاهیه، یعنی چیزایی نمیدونن و عصبی هم میشن وقتی راجع به این گروه های سیاسی ما صحبت میکنیم. و به نظرم اگر اطلاعات اونها هم گسترده تر بشه راجع به این گروه ها و این احزاب، شاید کوتاه بیان جایی هم برای مخالف و دگرندیش قائل بشن. خب یعنی جا بدن که اونها بله؟ میگم این مسئله مبارزه با امپریالیسم به سرکردگی امریکا تبدیل شده است به یک مذهب و شما نگاه بکنید که الان هم اینها در هر کسی رو در هر قامت و لباسی که باشه، اگر که اینها بپذیرن که این داره با امریکا و خود به خود امپریالیسم مبارزه میکنه، اینا میرن طرفش. شما نگاه بکنید که از خود جمهوری اسلامی گرفته تا آقای چاوز و نمیدونم هر کیو که فکر کنید، اینها یقه میدارنن که اینها دارن مبارزه ضد امپریالیستی میکنن. حتی به نظر من اینها روسیه رم در وضعیت فعلی خودش جزو عرض کنم که جبهه مبارزه با امپریالیسم میدونن. من نمیتونم اصلا درک بکنم که توی چه جریان تحلیلی اینها این حرف رو میزنن. به همین دلیلم اگه خاطرتون باشه در اون نامه‌ای که اون آقای فیروز نوشته بود، من و شما رو به عنوان نوکران امپریالیسم نام برده بود که ما این حرفا رو داریم میزنیم، این برنامه ها رو اجرا میکنیم به خاطر اینکه امپریالیسم ما رو مأمور به انجام این کار کرد. واقعا تو چطور نوریالای عزیز، در اون زمان که حزب توده این همه قدرت گرفته بود به ویژه در محافل روشنفکری، تلاشی هم کرد برای اینکه نویسندگان غیر توده ای رو جذب این سازمان بکنه یا نه؟ مثلا هیچ دعوت رسمی هیچ وقت از شما کردن یا سعی کردن این کار رو بکنن یا اطرافیان شما، کسانی که شما اونها رو میشناختید؟ عرض کنم که مستقیما نه، ولی من دوستی رو داشتم که میدانستم عضو حزب توده است. یک روز آمد یک دونه آنکت به من داد، گفتش که اگر مایلی بیا اینو پر کن عضو حزب بشو. که من خندیدم گفتم از کجا فهمیدی که من این کاره هستم. این تنها موردی بودش که پیش آمد، در ارتباط با دوستان توده ایمونم بود. ولی نه هیچ وقت مستقیما کسی حرفی نزد. فقط یادمه که یک روز با چند تا از دوستان سازمان برنامه رفته بودیم به دانشگاه تهران که ببینیم چه خبر اونورا، دیدیم که سخنرانی خانم مریم فیروزه و تمام سطح اینجایی که الان نماز جمعه رو برگزار میکنن پر بود از آدمایی که اکثرشون از روی سیبیل ها و پیرن سفید و رفتارشون میشد تشخیص داد توده ای، خیلی هم هورا میکشتن و غیره. همینطور که ما داشتیم قدم میزدیم
برخوردیم به سیاوش کسرایی که با خوشحالی آمد جلو، هم با من هم با دوستی که با من بود و با همدیگه از قدیم دوست بودند روبوسی کرد و این حرفا و گفتش که من چقدر خوشحالم که شما به این تظاهرات آمده اید. که ما گفتیم آقا ما نمیدونستیم اینجا همچی تظاهراتی هست، همطوری آمدیم رد شیم، ولی خیلی خوشحال بود و حتی بعدن شنیدم که گزارش کرده بود به مقامات حزب توده که در سخنرانی خانم مریم فیروز نوریالا هم آمده بود. جالب، برام یک کف بزنید اگه گفتید چرا اسم اون موسیقیدان یادم آمد، آقای لطفی. خب بنابراین آقای لطفی مدتی هم آمد امریکا، در سان فرانسیسکو هم بود و در اونجا مکتب درویشی رو انداخته بود، خیلی برای من جالب بود. عجب. بله، ردای سفیدی میپوشید و با اون ریش بلند و موی بلند شعرهای عرفانی میخوند و از این حرفا. خب وقتی اینا به نامیدی میرسن معمولا همینه دیگه، یعنی که از دلالی که عرفان در ایران مخصوصا تصوف خیلی قدرت گرفت در بعد از دوره مغول بود دیگه، اونم از سر نومیدی ایرانی ها در تلاش بودن که بالاخره یه مفری پیدا بکنن، یه روزنهی در این دهلیز پدید بیارن، دهلیز نامیدی یأس مطلق، و خب موفق هم شد. موفق شد. من یک بار دیگه هم خدمتون عرض کردم که یکی از مقاله های بسیار درخشانی که در این مورد وجود داره نوشته زندیات نادر نادرپوره به نام در آرزوی جنبش سوم یا چهارم، من یادم نمیاد، و میگوید که ما از روزی که ایران به دست اعراب نومسلمان فتح شد تا به امروز سه تا جنبش رو پشت سر گذاشته ایم که همه اینها سبقه عرض کنم که عرفانی داشتن و اساسا عرفان یکی از کارکرداش این بوده که جلوی تعصب و خشک مغزی رو بگیره و تساهل و روامداری رو جانشینش بکنه. خیلی مقاله جالبیه که چگونه عرفان نقش سیاسی بازی کرده در جامعه ما، برای اینکه جامعه ما رو از ورطه عرض کنم که شریعت مداران نجات بده. کاملا. خب به من بفرمایید تو این چهره خانه شما چه کسانی علی الاصول جا میگیرن؟ کدام شخصیت ها الان به نظرتون خیلی تو این در نوبتی ایستادن که یک به یک بهشون بپردازیم؟ باور کنید که دقیقا برنامه ریزی نکردم، ولی هر وقت که نزدیک ضبط برنامه میشه چهره های مختلفی میان جلوی چشم من قرار میگیرن. همین عرض کنم که عصری داشتم همطور برق میگشتم روی اینترنت، برخوردم به یه مقاله ای از آقای فرج سرکوهی که در مرگ آقای غلام حسین زاکری نوشته بود. غلام حسین زاکری مدیر مجله آدینه‌ای بود که در نیمهش آقای عرض کنم که سرکوهی شد سردبیر آدینه و این یک مرتبه من رو برد به دوران جوانی و دبیرستان و این حرفا، و چون که این آقای غلام حسین زاکری خونش توی خیابان امیریه توی کوچه خونه ما و خونه اونها روبروی هم بود و ما خیلی با هم دیگه دوست بودیم و این دوستی ما خیلی در سرنوشت من میشود یا سرگذشت من میتونه خیلی مؤثر بود. میخواستم داستان یعنی اون داستان رو تعریف کنم که یه حال و هوای خاصی رو با خودش داشت، ولی فکر میکنم به برنامه امشب نرسه که اون رو شروع کنیم و حیفه که شروع بشه و ناقص بمونه. ولی به هر حال زاکری اینطور که فرج سرکوهی توضیح میدهد چون اصلا اهل سیاست و این حرفا نبود در ایام جوانی خودش، اصلا بیشتر خیلی جوان خوش سیمایی بود و عرض کنم که لباس خوب میپوشید و اینها و دنبال همه کارهای جوانانه بود تا اینکه به تو کار سیاسی بپردازه. و بعد آقای سرکوهی توضیح میده که
چگونه ایشون میخواست رفته بود یک دونه امتیاز مجله گرفته بود برای اینکه جدول در بیاره. عجب. و بعد برخورده بودش به این آقای سرکوهی و چند نفر دیگه و اونها به تشویقش کرده بودن که آقا بیا یه خود مجله جدیتری در بیار. و این یواش یواش در حین انتشار این مجله که از سال 1364 تا 1377 منتشر می شد و یکی از بهترین نشریات فراموش نشدنی اون دوران هستش، خود این یواش یواش تبدیل به یک آدم لااقل میشه گفتش که روشن فکر حرفه‌ای شد. جالبه، خیلی جالب بودش این یعنی در واقع فرج باعث بارش بوده ها، فرج اون رو تو این میدان میکشونه. فرج و دو نفر دیگه از مسعود بهنود هم نام میبره تو این مقاله. جالبه. این زاکری هم قرار بود تو اون اتوبوس باشه یا نه اتوبوسی که میره فرمانستان؟ تصور نمیکنم، برای که جزء نویسندگان نبود. این نویسندگان بودن که از طرف اون انجمن نویسندگان ارمنستان دعوت شده بودن که برن به اونجا و بعد این اتوبوس بود و رفتن اونجا. خیلی شاید این بی ارتباط نباشه، این که هم بهنود هم آقای کوشان چندین نفر این مطلب رو نوشتن که روزی که ما میخواستیم سوار اتوبوس بشیم که حرکت بکنیم قفار حسینی آمد، ما فکر کردیم که خب اونم میخواد با ما بیاد، بعد او به ما گفتش که آقا سوار این اتوبوس نشید، اینا سر راه میخوان این اتوبوس رو پرت کنن تو دره. باشه. و ما بهش خندیدیم و سوار شدیم و چنین اتفاق حالا قفار روایت چی؟ روایت سپانلو چیه؟ ایشون هم تایید میکرد همین مطلب رو. هیچ وقت هم صحبت کردید شما مستقیما با سپانلو درباره همین موضوع یا نه؟ بله بله صحبت کردی. او چی میگفت؟ او هم همین داستان رو میگفت، میگو ما دعوت شده بودیم که بریم به ارمنستان و قفار که آمدش مثل که توی اون میدون شهیاد اینها سوار اتوبوس میخواستن بشن، اولا بهشون گفتودن که این اتوبوس خراب شده، بدین سوار اونکی اتوبوس بشین، یه اتوبوس دیگری اونجا بودش، اینا رفتن سوار اون شدن و قبل از سوار شدن قفار آمده بود گفته بود آقا این کار نکنید چنین اتفاقی میفته، که خود سپانلو همیشه معتقد بود که آقا این قفار پرت و پلا زیاد میگه و نمیشه زیاد به حرفش توجه کرد، ولی میگفت وقتی که رفتیم یک مرتبه ما دیدیم که این راننده سر اتوبوس رو کج کرد به طرف دره و خودش در رو وای کرد پرید بیرون و اتوبوس رفتش، یک تخت سنگی اون جلو بود اتوبوس رو نگه داشت. به طور خیلی اتفاقی اینا عرض کنم که جور شدن و کمدی الهیه واقعا. یعنی شما فکر کنید یه حکومتی به اینجا میرسه که یک جا همه نویسندگان رو یه جا بکشه، بفرست دهی داره خلاص کنه خودش رو. بله خود اون که واجبی به خوردش دادن سعید امامی خودش گفته بود که ما پروژه قتل عام درمانی داریم. تشکر میکنم دکتر نوریالای عزیز، فوق‌العاده شنیدنی. تا هفته آینده که اگه اجازه بدید مجدد خدمت شما بشیم در چهره خانه. من در خدمت در قلباب کردیم، لطفا در رو باز کنید. امیر درخشان تشکر میکنم، خداحافظ شما.